دوست دارید آموزش این شربت بار عالی رو ببینید؟ با تکنیکای شکرک نزدن و غلیظ شدنش. پس با من فاطمه سلطانی در کانال میس‌فود همراه باشید. سلام دوستان و همراهان همشگی، به میس فود خوش اومدین. امروز اومدم تا آموزش بدم چطور این شربت بار آماده میشه. خب دوستان، توی ماه مبارک رمضان هستیم که این ماه مبارک اسمش گره خورده به زولبیا و بامیه که اگه خواستین درست کنید 80% کیفیتش مرتبط با شربت بار که حتما باید از شربت بار مرغوبی استفاده کنید. بریم که درستش کنیم. موادی که برای این شربت بار احتیاج داریم شامله: شکر 2 لیوان، آب 1 لیوان، گلاب 1/4 لیوان، آب لیمو 1 قاشق چایخوری، گلوکوز 1 قاشق غذاخوری. بریم که درستش کنیم. اولین مرحله اینه که شکر و آب رو با هم داخل ظرفی که میخواید آماده کنید مقداری با هم مخلوط کنید تا شکر نسبتاً حل بشه. بهتره که کلاً برای درست کردن شربت بار از قاشق چوبی استفاده کنید. بعد از اینکه شکر و آب رو کمی مخلوط کردیم، روی حرارت ملایم قرار میدیم تا کاملا شکر داخل آب حل بشه. روی حرارت که گذاشتید دیگه همش نزنید تا شکر تقریبا حل بشه. بعد از اینکه کمی جوش اومد و کنارها شروع به غل زدن کرد، گلاب رو بهش اضافه میکنیم و بعد هم 1 قاشق چایخوری آب لیمویی که داشتیم رو و کمی روی حرارت هم میزنیم تا غلیظ بشه. غلیظتر که شد زعفرونم رو بهش اضافه میکنم. زعفرون به مقدار دلخواه هست، شما هر چقدر دلتون بخواد که شربتتون پررنگتر باشه میتونید بیشتر اضافه کنید. یکی از تکنیک‌های دیگه‌ای که برای درست کردن شربت بار باید استفاده کنید، آغشته کردن فرچه به آب لیمو و مالیدنش دور ظرفتونه که مواد داخلش در حال جوشیدن هست. این کار باعث میشه شربت بارتون شکرک نزنه، چون شکرک زدنش اینجوریه که اول دورش شکرک میزنه و بعد داخلش و شربت بارتون کلن خراب میشه و از قیافه میافته. بعد از اینکه باز هم یه خورده غلیظ‌تر شد، گلوکوز رو بهش اضافه میکنم. دوستان توصیه میکنم گلوکوز رو به هیچ وجه حذف نکنید، چون براق بودن شربت بار به گلوکوز بستگی داره. برای اینکه بدونیم شربت بارمون آماده است یا نه، من مقداری با قاشق برداشتم و 5 دقیقه در یخچال قرار دادم. وقتی به غلظت عسل رسیده بود شربتتون و با گذشت 5 دقیقه هنوز شل نبود، شربت آماده است. خب دوستان، این هم نتیجه شربت بارمون. ببینید چه غلظتی داره. عالیه واسه بامیه، زولبیا و گوشه فیل. 2 ماه هم موندگاری داره و قبل استفاده باید گرمش کنید. حمایتتون برام خیلی با ارزشه، پس اگه از این آموزش خوشتون اومد لایک، کامنت انگلیسی و شیر این ویدیو فراموش نشه. کامنت انگلیسی کمک میکنه تا ساباتون از روی کانال من برداشته نشه و سوالها و نظراتتون رو و هر زبان دیگه‌ای که دلتون بخواد هم میتونید در من کامنت کنید. زود جوابتون رو هم میدم. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.